سلام به تک تک شما عزیزانم، محبوبه هستم. به آشپزخونه بخور بخور و برنامه خودتون خوش آمدید. آموزش امروزمون سوپ مرغه، یه سوپ فوق‌العاده مقوی و خوشمزه، مخصوصا برای مواقعی که خدایی نکرده سرما خورده باشی. این سوپ گزینه خیلی خوبیه. من خودم وقتی که این سوپ رو تو خونه درست میکنم، تا کارام تموم میشه میخوام بیام برم برای خودم هم یه بشقاب بریزم، میبینم قابلمه تموم شده. فوق‌العاده خوشمزه است. بریم با هم دیگه طرز تهیهش رو ببینیم. برای درست کردن این غذا احتیاج داریم به 1 لیوان سیب زمینی مکعبی ریز خرد شده. به این اندازه سیب زمینی رو خرد میکنیم. و احتیاج داریم به 2 لیوان هویج ریز خرد شده. هویجا رو ریز و مکعبی خرد میکنیم به این اندازه. هرچی مواد توی سوپا ریزتر باشه هم شکیلتر و بهتره. نصف لیوان هم پیاز ریز خرد شده داریم، اینم خردش میکنیم. قابلمه‌مون رو میذاریم روی حرارت تا گرم بشه. به اندازه 3 قاشق سوپخوری روغن داریم، اونو اضافه میکنیم. روغنمون که گرم شد، پیاز خرد شده داشتیم نصف لیوان، اونو اضافه میکنیم. پیازمون رو تفت میدیم تا یک کمی طلایی بشه. خب پیازمون داره یک کمی طلایی میشه، تا همین اندازه بسه. ربع گوجه فرنگی داشتیم، 3 قاشق سوپخوری تقریبا، اونم اضافه میکنیم. ربمون رو خوب تفت میدیم که از خامی در بیادش و رنگش خوش رنگ بشه. هویج رو اضافه میکنیم. 2 لیوان هویج خرد کرده داشتیم. 2 لیتر آب مرغ داریم یا استاک مرغ، اضافه میکنیم بهش. در ظرفمون رو میذاریم تا هویجا پخته بشه. هویجمون تقریبا 1 ساعته که روی حرارته و پخته شده. حالا 1 لیوان سیب زمینی خرد شده داشتیم، اونو بهش اضافه میکنیم. نمک داشتیم، اونم میریزیم به اندازه کافی. یک کمی هم فلفل قرمز داریم، اونم میریزیم توش و میذاریم که سیب زمینی هامون بپزه. سوپمونو نگاه میکنیم، این هویج و سیب زمینی ما پخته شده. حالا من یک کمی به اندازه، ببینین، به اندازه 2 ملاقه از اینو بر میدارم، میخوام میکسش کنم. نصف لیوان ورمیشل داریم، میریزم توی سوپمون. تقریبا به اندازه 2 قاشق سوپخوری آب لیمون ترش میریزم توش. نمک و فلفل سوپ هم میچشیم، اندازه بود که دیگه کافیه، نبود دوباره میریزیم توش. من در سوپ رو میذارم که رشتمون من 5 دقیقه تا 10 دقیقه رشتمون پخته بشه. 2 ملاقه از سوپمونو که ریخته بودیم توی ظرف من میکسش میکنم، میخوام بریزم توی سوپ. به خاطر چی؟ به خاطری که یک کمی لعاب بده به سوپمون. اینم میریزیم توی سوپمون به خاطر اینکه سوپمون توش هویج داشته، سیب زمینی داشته. البته ورمیشل که بریزیم خودش کمی لعاب میده، ولی اینه که بریزیم لعابش بهتر میشه. من درشو میذارم تا رشتمون بپزه. سوپ مرغ با ورمیشل ما آماده است. من از روی حرارت بر میدارم، میریزم تو ظرف سرو، نشونتون میدم. سوپ مرغ با ورمیشل ما آماده شدش. امیدوارم که شما هم تو خونه این سوپ راحت و آسون و خوشمزه رو که در عرض 1 ساعت درست میشه درست کنین و نوش جونش کنین و لذتش رو ببرین. ممنون که این آموزش رو دیدین. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایکش کنین. خوشحال میشم نظر و پیشنهادتون رو برام کامنت کنین. کانالم سابسکرایب کنین. زنگوله هرم بزنین که اگر ویدیوی جدید اومد زود و تند و سریع با خبر شید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.